سلام خدمت شما دوستان گرامی و بزرگوار امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید با هم میریم یکی دیگه از درس های آموزش گرامر به زبان ساده رو با هم کار بکنیم ویدیوهای زیادی رو ضبط کردیم در مورد آموزش زبان به خصوص گرامر ما زمان حال ساده، گذشته ساده، آینده ساده گذشته استمراری آینده استمراری حال استمراری و حال کامل رو ضبط کردیم و توی کانال یوتیوب اون قرار دادیم اگه برای بار اول دادیم ویدیو رو نگاه میکنید میتونید به اون ویدیو ها مراجعه کنید و اونها رو هم ببینید خیلی سر میریم سراغ زمان گذشته کامل یا ماضی بعید یا همون past پرفکت کامل توضیح میدیم ساختارش به چه شکله جدول صرف فدرش رو میگیم کاملا همه اینا رو مثال میزنیم و در آخر رو برای شما مطرح کنیم مثل ویدیوهای قبلی بس با من همراه باشید خب اول ساختارش ببینیم به چه شکله Subject به اضافه had به اضافه past participle به اضافه object Subject که گفتیم بارها یعنی فائل had که یکی از علامه مشخصه ماضی بعید هستش و پس پارتیسیپل که خب تو ویدیوهای قبلی هم گفتم قسمت سوم فعل برای اینکه بدونید قسمت سوم فعل چیه بعد برید تو جدول افعال بی نگاه میکنید ببینید قسمت سوم فعل اون چیه اگه فعل اونم با قاعده بود که خب همون ایدی میگیره دیگه حالا اینجا تو جمله ای که ما اینجا داریم میگه که she had replaced the light bulb یعنی اون عوض کرده بود لامپ رو لامپ رو عوض کرده بود دقت بگیرید توی ترجمه شال جوتا پیش توضیح میدم عوض کرده بود ریپلیسد بیفور شی الکتروکیوتد هرسلف قبل از اینکه برق بگیرتش الکتروکیوتد یعنی برق گرفتگی قبل از اینکه اون برق بگیرتش یا برق بگیرتش اون لامپ رو عوض کرده بود پس ساختارش بهش این فعلا با ساختار کار داریم بعد توضیحات بیشتری رو میدیم پس فاعل ما به اضافه حد به اضافه قسمت سوم فعل اگه فعل با بی اگه با قاعده بود که فعل به فعلمون ایدی میدیم دیگه خب بریم اول تو جدول صرف فعل ببینیم مثلا به چه شکل صرف میشه ستون فاعل ها رو ما داریم بعد ستون دومون حد هست یا تو ماشین تو ماضی نقلی یا حال کامل می گفتیم هب یا هز برای سوم شخص از هز استفاده میکردیم برای بقی از هف استفاده میکردیم اما اینجا همه با هم یکسانه و همه حد هستش و قسمت بعدی قسمت سوم فعلمون اگه به با به قاعده بود که فعل ایدی دارم و بعدش هم که ادامه جمله حالا مفعول و کلمات بعدی I had eaten the cake یعنی چی؟ یعنی من کیک را خورده بودم ما تو مازی نقلی میگفتیم که من کیک خورده ام من فیلم دیدم بعد اینجا بگیم دیده بودم تو ترجمهش دقت بکنید I had eaten the cake من کیک را خورده بودم You had eaten the cake شما کیک را خورده بودی He or she had eaten the cake او کیک را خورده بود We had eaten the cake ما کیک را خورده بودیم They had eaten the cake آنها کیک را خورده بودند سعی کنیم خیلی واضح خیلی آروم خیلی با توضیحات این رو بگیم خدمت شما که حال دوستان که یکم ضعیف هستند و بحث گرامر راحتر متوجه بشن حتما جمله بسازید دوستان ما با بارها گفتم حتما خودتون جدا جمله بسازید خب این از ساختار اصلی که تو جدول صرف رو دیدیم اما اگه بخوایم منفیش بکنیم به چه شکل سابجکت به اضافه ی حد به اضافه ی نات به اضافه ی پس پارتیسیبل به اضافه آبجکت پس ما رو میاریم حد رو میاریم بعد از حد نات میاریم بعد قسمت سوم فعلمون و بعدش هم مفعول یا ادامه جمله اندی هاد نات بات ا نیو امبرلا اندی هاد نات بات ا نیو امبرلا اندی نخریده بود اندی نخریده بود یک چتر جدید اندی نخریده بود یک چتر جدید بعد جمله رو اومده اینجا منفی کرده اندی هد not bought هد اندی نخریده بود یک چتر جایی حالا خب اینجا جمعه چطور منفی میکنیم I به اضافه had به اضافه not به اضافه been و ادامه جمله مونه I had not been be was been been قسمت سوم بی بودنه اگه بخوایم به صورت مازی بعید صورت کامل معنی بکنیم باید بگیم I had not been before من قبلا نبوده بودم من قبلا نبوده بودم ولی چون دو تا بود پشت سر خیلی معنی نداره اگه فعل دیگه بود معنی میداد مثلا اگه ایت بود میشد ایتن میشد I had not eaten من نخورده بودم اگه رایت بود که میشد رویتن من ننوشته بودم ولی حالا چون بین هست ما توی به فارسی وقتی هم ترجمه کنیم یه ذره معنیش همچنین خیلی قشنگ نمیشه من نبوده بودم که ما حالا میگیم نبودم ولی منظورمون گذشته ساده نیست منظورمون گذشته کامله یعنی نبوده بودم قبلا before You had not been before He یا she had not been پس یه دونه not بعد از had ما قرار میدیم و جمعه رو منفی میکنیم البته میتونیم had رو had not رو مخففش بکنیم به جای had not بگیم hadn't I hadn't been before. I hadn't been before. You hadn't been before. He or she hadn't been, been before. We hadn't been before. Yeah, they hadn't been before. جمعه رو اینجوری منفی میکنیم اما اگه بخوایم سوالی بکنیم چی؟ روال مثل سابقه اونجا تو زمان حال کامل هوا هز رو میبودیم اول جمله اینجا هد رو میاریم اول جمله میشه هد به اضافه سابجکت که فایل ماست پس پارتیسیبر به اضافه ابجکت Had they organized a party before? Had they organized a party before? آیا اونها organize یعنی سازماندهی کردن مثلا organization میگه organize یعنی آیا اونها سازماندهی کرده بودن یک مهمونی رو قبلا اصطلاح هایی بخوام بگیم آیا آنها مثلا تدارک دیده بودند یک پارتی رو قبلا میتونیم اینجوری معنی بکنیم پس حد میاد ابتدای جمله جمله رو سوالی میکنه اینجا هم جدول صرف فعلش داریم هدا تند کیک آیا من کیک را خورده بودم حدی ای تند کیک آیا شما کیک را خورده بودی حد شیاهی یا هی کیک آیا او کیک را خورده بود حدی ایتند ای کیک آیا ما کیک را خورده بودیم حدی ای تند کیک آیا اونها کیک را خورده بودند؟ جمله سوالی میشه و حتما در آخر جمله ما از علامت سوال استفاده میکنیم اما رو چه کاربردی داره When do we use the past perfect کی استفاده میکنیم از past perfect یا ماضی بعید To describe a past action or event that happened before another past action or event میگه توصیف میکنه یک past action یا یک اتفاقی تو گذشته رو یا event یک رودایی تو گذشته رو that که happened اتفاق افتاده before قبل از another past action or event به این شکل باید بگیم که دو تا اتفاق تو گذشته اگه ما اینجا رو زمان حال در نظر بگیریم دو تا اتفاق تو گذشته رخ داده دو تا اتفاق تو گذشته رخ داده و یکی از این اتفاقا قبل از اون یکی رخ داده این اتفاق قبلیه رو ما بهش میگیم مازی بعید مازی بعید یا گذشته کامل خب این اتفاق رخ داده بعد این اتفاق افتاده هنوز به زمان حال نرسون دوتاش تو, گذشت تو گذشته است همینجوری که میگه یک رویدادی تو گذشته قبل از یک رویداد دیگه رخ رو داده بهش میگیم ماضی بعید به این جمله دقت بکنید میگه که I had studied French before I went to France I had studied یعنی من مطالعه کرده بودم یا خوانده بودم فرنسو و فرانسوی رو I had studied French من فرانسوی خونده بودم Before I went to France قبل از که برم به فرانسه ببینید دو تا اتفاق گذشته رخ داده یکی مطالعه کردن یا خوندن درس فرانسه بوده فرانسوی بوده یکی هم رفتن به فرانسه بوده دو تا اتفاق گذشته بوده کدومش ابتدا رخ داده این اول فرانسوی رو یاد گرفته بعد رفته فرانسه دیگه درسته دو تا اتفاق تو گذشته است اون فرانسه یاد گرفتنش چون اتفاق قبلیه بوده رو ما میگیم بهش ماضی بعید یا گذشته کامل پس میگه I had studied French من فرانسوی یاد گرفته بودم من فرانسوی مطالعه کرده بودم خب before I went to France قبل از اینکه به فرانسه برم before I went to France قبل از اینکه به فرانسه برم یا اینجا میگه جان had hosed the ground before he slipped over هاوز اینجا به معنی خود هاوز شلنگ هست ولی اینجا به معنی با شلنگ آب دادن هاوز رو تبدیل به فل کرده شده با شلنگ آب یاری کردن حالا چمن یا گل های اینا میگه جان has hosed the ground اون با شلنگ آب یاری کرده بود زمین رو اون زمین رو آبیاری کرده بود بیفور he اسلیپت اوور قبل از اینکه اون بیفته زمین قبل از که اون بیفته زمین درست شد جان هاز hosed دی گراوند بیفور he اسلیپت اوور جان آبیاری کرده بود زمین رو بیفور قبل از اینکه اون اسلیپت اوور قبل از اینکه اون بیفته پس دو تا اتفاق داره تو گذشته است دیگه یکی آبیاری کردن زمین بوده یکی هم لیز خوردن این آبیاری کردن اول اتفاق افتاده بعد لیز خورده دیگه درست پس اون میشه مازیه بعید ما گذشته کاملمون درست شد یه اتفاق دیگه که اینجا هست ما میتونیم بیفور هی اسلیپت اوور رو بعد داریم بیاریم ابتدای جمله یه ویرگول بذاریم بعد جمله دوم دو جمله قبلی رو که گفتیم رو بگیم مثلا بگیم که بیفور هی اسلیپت اوور یه ویرگول جان هاد گراند قبل از اینکه اون بخور زمین اون زمین رو آب داده بود یا مثلا تو جمله قبلیمون اینجا ما داشتیم Before I went to France قبل از اینکه من به فرانسه برم Before I went to France قبل از اینکه من به فرانسه برم I had studied French یعنی یه ویرگول میذاریم I had studied French من فرانسوی مطالعه کردن یا فرانسوی یاد گرفته بودم یعنی آموزش دیده بودم درست شد. بس این کارم میتونیم انجام بدیم یا تو این مثال میگه که Simon had already left the house before it started to rain میگه سایمون ترک کرده بود خونه رو یعنی یک خونه ازش خارج شده بود سایمون هاد الریدی لیفت دی هاوس خونه رو ترک کرد یعنی خونه بیرون رفته بود بیفور ایت استارت تو قبل از که بارون شروع بکنه به باریدن یعنی قبل از که بارون بیاد اون خونه رو ترک کرد یعنی این خونه رو ترک کرده رفته بعد بارون اومده بس قبل از بارون اومدن این خونه رو ترک کرده بود حالا آرودی که اینجا آورده آرودی معذوری که میگه همون موقع ها هم درست یعنی درست همون موقعی که این خونه رو ترک کرده احتمالاً یعنی با اختلاف زمان خیلی کمی این اتفاق رخ داده به خاطر از اوردی استفاده کرده سایمون هاز اوردی لفت هاوس بیفور ایت استارتد رین سایمون خونه رو ترک کرده بود قبل از اینکه بارون بباره خب دوباره گفتیم میتونیم چیکار کنیم اینو بیاریم به اول جمله بگیم بیفور ایت استارتد رین قبل از اینکه شو... مثلا هوا شروع کنه به باریدن قبل بارون بیاد سایمون خونه رو ترک کرد و سایمون had already left the house خب این از زمان گذشته کامل تلاش کنم خیلی خلاصه و عرض شود که نه باید دیگه. خب این از زمان گذشته کامل یا ماضی بعید یا پس پرفکت سعی مفصل رو, رو توضیح بدیم مثال های زیادی رو بزنیم شما همین کار رو بکنید یه سری جملات رو بسازید برید همین امروز رو و همین امروز فکر کنید ببینید که قبل از اینکه بیایید این آموزش رو ببینید چه کاری انجام دادید دو تا رو در نظر بگیرید که به هم دیگه نزدیک باشن دو تاش که به هم نزدیک بودن در نظر بگیرید بیاید ببینید کدوم اول اتفاق افتاده مثلا فرض کنید شما صبحانه خورده بودید که دوستتون به شما زنگ زد درست شد صبحانه خورده بودید وقتی که دوستتون به شما زنگ شما میگید من صبحانه خورده بودم وقتی که مثلا دوستم تماس گرفت I had eaten breakfast I had eaten breakfast before my friend called قبض دوستم زنگ زنگ بزنه یعنی من صبحانم رو خورده بودم این جمعات بید برید. بید حالا چه اتفاقاتی اونایی که حالا کلماتش رو بلدید فعلهاش رو بلدید جمعات خیلی ساده فقط هدفم اینه که تسلط پیدا بکنید به زمان مازی باید یاد گرفتن زمان ها خیلی اهمیت داره چرا به خاطر اینکه شما هر چقدر به زمان ها مسلط باشید در آینده کارتون راحت تره وقتی ما وارد جملات مجهول میشیم وارد جملات نقل قول میشیم وارد جملات شرطی میشیم اونجا حتما باید تسلط به زمان زمان ها زیاد باشه تا اونها راحت تر بتونید یاد بگیرید و راحت تر بتونید ازشون باشون جمله بسازید اینم از درس گذشته کامل امیدوارم مورد قرار گرفته باشه تا درس بعدی خدا نگهدار